پس از عبور از سربالایی‌ها، پیچ و خم‌ها و جنگل‌های زیبای کاج مرزن‌آباد به دریاچه ولشت مرزن‌آباد خواهید رسید. دریاچه ولشت مرزن‌آباد در نزدیکی شهر مرزن‌آباد در شمال شرق کلاردشت و جنوب غرب شهر چالوس قرار دارد. امروز وقتی به دریاچه ولشت اومدم خیلی خوشحال شدم، چون 10 سال قبل وقتی به اینجا اومدم هیچ جای اتراق نبود جز یکی دو تا تک درخت که میتونستی زیرش بشینی. تازه اگه خوش شانس بودی قبل از تو یه گردشگر دیگه اون سایبون رو اتراق نمی کرد، ولی امروز خیلی راحت تر میتونی استراحت کنی و از این فضای زیبا لذت ببری. دریاچه ولشت، دریاچه‌ای با آب شیرین میان حفره‌ای بین کوه‌ها. آب این دریاچه علاوه بر نزولات آسمانی از چشمه‌هایی تعمیم میشه که در دل این دریاچه میجوشه. مساحتش بیش از 20 هکتاره و اگه شناگر ماهر و حرفه‌ای نیستی سعی کن در داخل این دریاچه شنا نکن. دریاچه ولشت مرزن‌آباد یکی از 10 دریاچه آب شیرین ایرانه که در میان کوها منظره دلنواز رو تشکیل داده. این دریاچه در 15 مهر ماه 1388 به عنوان 71مین اثر طبیعی در ایران توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسید و در لیست مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت. استارتو زدی درست؟ اول رانندگی کنم یاد بگیرم بعد. بسم الله. محمد حسنزاده فعال عرصه گردشگری و محیط زیست راهنمای من میشه. ابتدا با استفاده از قدرت و سرعت قایق موتوری ویراژهایی به سبک فیلم‌های اکشن رو تجربه می‌کنه. بعد در سکوت به ماهیگیری میپردازیم و گپ میزنیم. آد آقا جان دل، چه ماهیایی داره اینجا؟ اینجا عمدتاً برای معروف اردک ماهی اینجا، ولی کپور و سفید خوبی هم داره. یعنی غیر از اردک ماهی کپور و سفید هم داره. حالا ماهیای دیگه هم هست، اصلک، کولیه. کولیه که آره، ماهیای هرز و فلان. بله آره. اونا عمدتاً غذای اردک ماهی هست. بعد سید آزاد اینجا؟ سید آزاد نیست. ما اومدیم یه سری سیدها رو اینجا ممنوع کردیم. سید با تور و اینا رو کلا ممنوع درسته. کردیم. ولی برای قلاب انداختن آزاده. به عنوان تفریحی. به عنوان تفریحی که طرف بتونه هم یه فضای آرامشی داشته باشه، هم یه لذت ماهیگیری بکنه. بعد چپ دریاچه گیاهان خاصی هم داره. گیاهان خاصی که داره عمدتاً گیاهایی که داره گیاهای آب شیرینه. چون دریاش آب شیرینه دیگه. دریاچه آب شیرینه. درسته. و آب بسیار سردیه. معمولاً چه توریستایی اینجا بیشتر استقبال میکنن؟ خب یعنی طبیعتگردن یا هم طبیعتگرد میان، هم کسایی میان که بخوان از مشغله‌های زندگی دور باشن. به آرامش برسن. آرامش برسن. سوا از اون الان ما خب این نعمت خدادادی که خدا بهمون داده. بله. تو بحث توریستای خارجی، تو بحث توریستای کشورهای مثل عمان و عراق میان، زیاد میان. مثلا یه چیز جالب، این دریاچه 1058 سال پیش بر اثر رانش زمین به وجود اومد که بر اثر رانش اون گسله انتهای دریاچه حرکت میکنه و اون کوه روبرویی که سفید رنگه الان میتونید ببینید. آره. آره. اون کوه میریزه پایین، یعنی اون سفیدی رو میبینید، این خاکیه که اینجا اومده. درسته.
میاد جلوی آبو میبنده. این را یعنی قبلا جاری بوده. بله. درسته. آب همینجوری میرفته تو رودخونه. پس طبیعت خودش کارشو بلده. خب دیگه قدرت خدا بوده، تن قدرت بر منکرش لعنه. بومیایی که قدیم اینجا ماهیگیری کردن، عکسای من از ماهیای دریاچه دارم که به ارتفاع 2 متر 2.5 متر. یعنی طولشون. بله. خلاصه یه دونه گرفتیم. ولی متاسفانه خیلی کوچیکه. حیفه، گناه داره، باید بندازیمش. آره حیفه. رهاش کنیم دیگه. ولی به هر حال موفق شدیم نشون بدیم که آقا دریاچه ولش اردک ماهی داره. برو عشق تو ببر. دریاچه ولشت مرزان‌آباد در درون گودی بزرگی از زمین‌هایی با خاک رانشی و فرسایشی قرار گرفته و وسعتی به اندازه 150 هزار متر مربع و عمقی برابر با 20 متر داره. در حدود 3 میلیون متر مکعب حجم آب اونه که چشمه‌های جوشان میان دریاچه و برف و باران تأمین کننده آب اون هستن. این دریاچه به گونه‌ایه که فقط سطح اون بالا و پایین میره و آب سرریز نداره.